سلام مجدد عزیزای دل، تصویرمون چطوره؟ اوکی هست؟ خوبه تصویرمون؟ اوکی. خب کسی بی کس توی ماما
کسه بی کس تو این مامانده بی کس مانده بی کس مانده بی اینم کپی برابر اصلش تقدیم به شما کسه بی کس تویی ما مانده بی کس ما نه عشقم مو ما مانده بی کس همدانیه دیگه کارش مگه نه اینم تقدیم به همه همدانی های خوش لهجه و خوش صدا و خوش قلب باحال چون من دوستای همدانی خیلی زیاد داشتم خیلی آدم های باحالی هم الا که همیشه شاد باشن شعری از بابا طاهر اوریان عزیز دلم من یه آهنگ اجازه بدی میخوام تک بخونم کدوم کارو بعد از این توی تک بخون نه دیگه به من کار نداشت باش لطفا چرا دوستان من اگه عزیز... کار نداشت باشم دوستان با تو کار دارم یه دوست کار از ماینم براشون بخونی دوستان عزیز ببینید کار کردیمون رو آمادش کردیم و خیلی هم دوستش داریم خیلی عالیه فقط اینکه حفظ نشدم هنوز حالا یه خطشو براتون میخونم بعد یه مرسی کدوم کارو؟ از کبوکا بله از سیاوش هم میخونیم از کبوکا زنارانم گلو سسنا دریوانه باز حیرانم تو همینجاش ولی ترجمانشو بریم بریوانه کچا کرده لزوزانم بریوانه آهنگشو تو گوشیمون سیف شده ولی چون الان به لایو وصل هستیم نمیتونیم بریم از روی اون بخونیم براتون ولی دیگه فکر میکنم تقریبا نزدیک حفظ شدنشه شما به بزرگوار خودتون ببخشید ولی به جاش یه آهنگ دیگه الان تقدیمتون میکنم مختار جانم با صدای بسیار زیباش با شعری از زندگیات سهراب سپهری و از ساختهای خودم زندگی گل به توان ابدیت زندگی زر زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است هر کجا هستم باشم هر کجا هستم باشم
آسمان مال من است، پنجره فکر، هوا عشق، زمین مال من است. ساده باشی کسی نغمه خود خواند و صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم و نغمه که مردم به سپارند بیاد، خرم و نغمه که مردم به سپارند. زندگی گل به توانه ابدیت، زندگی زر، زمین در زربان دل ما. لیلیلیلی لیلیلیلی ساده باشی. شمال کشور هستن، میخواستم یک خبر خیلی خوبی بهتون بدم. کسایی که اهل زیبایی هستن، اهل مراقبت از پوست هستن، اهل مراقبت از مو هستن و اینکه براشون سلامتیشون و زیباییشون خیلی مهمه، یه خبر خوش میخواستم بهتون بدم که در شمال کشور بزرگترین و مجهزترین در واقع کلینیک زیبایی افتتاح شده. اول دکتر اومده تو لایف؟ بله قطعا دکتر جانمون هستن، خیلی مخلصیم دکتر. افتتاح شده که این فکر کنم بالای 20 سال سابقه کاری دارن. ایشون در واقع مطب کوچولو موچولو بود ولی الان خیلی گسترده، انقدر بزرگ و مجهز شده که دیگه بزرگترین در واقع کلینیک و مجهزترین بله در شمال کشور هست و خیلی خوشحالیم که به شما معرفیش بکنیم. برید اونجا، حتی شده برای یک بار هم که شده به حرفمون گوش کنید، برید اونجا ببینید چقدر همه سیستمشون درجه یکه و پر از آپشن هایی که خب خیلی دنبالشن و تو شمال کشور واقعا نیاز بود به همچین مجموعه ای که بسیار بسیار ترتمیز، خوشگل، با کلاس. به تو پیشنهاد میکنم یک بارم که شده فقط برای دیدن فضا و دکتر عزیزمونم که شده تشریف ببرید ببینید و قطعا مطمئنیم که همه تون خوشتون میاد و میتونن، یعنی پرسنل ها و کسایی که اونجا هستن، کادر مجربی که دارن و دکتر عزیز ما، اسم دکترم سورپرایز بود میخواستم الان بگم، دکتر عزیزمون رو عشقان رشته کلامم پاره کردی. حالا بقیه شو بگو. آره. آها مطمئنم که راضیتون میکنن و اینکه کسایی که مشکل پوستی دارن، کسایی که میخوان در واقع که میخوان لاغر بشن، میخوان موهاش در بیاد، میخوان حرکت خفن بشن، میخوان با کیفیت باشن، میخوان عالی باشن. کلا همه چیز زیبایی رو شما میتونید اینجا توی این در واقع کلینیک زیبایی بله. به نفع احسن در واقع دریافت بکنید، اون انرژی مثبت از فضایی که در واقع در اونجا هست. نگیم براتون دیگه. و اینکه خود دکتر جان اولا که هنرمند هستن، چون یک انسان خوب بودن یک هنر در نظر من و من خیلی بهشون ارادت خیلی خاص دادم. دکتر جان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه. دکتر مهدی رضایی عزیز یکی از بزرگان، خوش قلب‌ها بله. و کسانی هستن که خیلی خیلی خیلی
در واقع اگر برید از نزدیک ببینینش متوجه میشید که ما چرا اینقدر ازشون تعریف خب، میکنیم. خیلی ناب هستن و تاپ. نکته ای که وجود داره اینه که دوستان عزیز اصلا تبلیغات نیست. چشم عزیزای دل، چشم، من الان تکخانی هم براتون میکنم، چاکه بتونم هستم و و دکتر جون قربون شما. عزیز دل، دکتر عزیزم، عزیزای دل، ببینید تبلیغات نمیکنیم. در واقع اصلا کار من و مختار جان تبلیغات نیست. کاری که مطمئن باشیم و اطمینان خاطر داشته باشیم نسبت به اون شخص، حالا پزشک باشه یا هر کسی باشه، دکتر که تاج سر ماست و ما کاملا به کارهاشون ایمان داریم، به هر کارشون، کسایی که آرزوشون لاغر بشن، کسایی که آرزوشون پوست خوبی داشته باشن، کسایی که دلشون میخواد موی خوبی داشته باشن، میتونن یک بارم که شده برن اونجا. سیستم مشاوره دارن، سیستم VIP دارن، میتونن قشنگ تو پیج مودیفیکا آندرلاین کلینیک من براتون استوری میکنم، کار رو میتونید برید اونجا از طریق دایرکت از عزیزانی که اونجا پاسخگو هستن، هر سوالی که داری راهنماییتون میکنن. و اینکه پیشنهاد میکنم حالا یه بار برید دیگه. دکتر جان خیلی مخلصیم، اگر در لایو ما حضور دارید خیلی خوش آمدید. خودمون دوریم از شما، انشالله هر چه زودتر بیایم از نزدیک ببینیمتون و دیدار تازه بکنیم و کلی با هم اشغال کنیم. خب حالا میخوام یه تکانی بکنم برای عزیزای دلم. قبل از اینکه شما تکانی بکنید بچه ها، راستی لطفاً رأی کانتستی مسابقه بیست وول سیادتون نره. نه میخواستم بگم اینو ولی الان که چون خسته شدم میخواستم بذارم یه جای دیگه. آره چون بعضی فکر کنه همون یه بار باید رأی بدن، ولی باید این رأی در واقع به یک عددی برسه که در واقع اون جایزه بزرگ 100,000 دلاریه به ما تعلق بگیره. شما سعی کنید هر روز اگر میتونید به ما رأی بدید. اپلیکیشن کانتستی مسابقه بیست وول در پیج خانم لیلا فروهر. مرسی، خیلی مخلصم. خب ازم چی میخونی؟ خب عشقم خیلی انرژی خوبی داره، میخواد سریع راجب مسابقه بگه. آقا خب حقم داره چون جایزش 100,000 دلاره. خب اگه ما ببریم خب چه بهتر. خب دوستان عزیزی که میپرسن آدرس مطب کدوم شهر هست، آدرسش مازندران نور روبروی ایران کتان، در واقع هتل نگین هست که در طبقه سوم دایر شده و خیلی جای جالبی هست که طبقه اولش رستورانه، دوم هتل، سوم دکتر جان با کل سیستم کلینیک و طبقه چهارمش هم هتل هست و یه جای خیلی جالبی هست که اصلا نداشتیم تو ایران همچین مجموعه‌ای که تمام سیستم همش یک جا پکیج به جا، خیلی عالی. امیدواریم که برید راضی باشید. لطفاً رفتید نظرتون رو هم به من و مختار جان بگید، به ما اطلاع بدید، دوست داریم که حس و حالتون رو بدونیم. متشکرم. دلیل این که ما این همه میگیم مودیفیکا دلیلش اینه که دکتر مهدی رضایی یکی از دوستان بسیار صمیمی و قلبی ما هستش. جدای از هنر پزشکی ایشون، جدای از اتفاقهایی که واقعا رقم میزنه تو کارش و بسیار به نظر من نمبر وان هستن، یک انسان وارسته هستن. برید از نزدیک، حالا خودتون متوجه میشه چرا. قربون تک تکتون. عشقم چی میخوای بخونی؟ یه دونه آهنگ تکی. عزیزای دل همچنان هستیم، بازم با هم گپ میزنیم، صحبت میکنیم. حالا یه آهنگ براتون بخونیم. خسته شدیم. اجازه بده من میگم شما چی بخونی. خب وقتی که نخونده بودم اون دفعه براشون، بخون دوباره بخون. خب عزیز دل ما هستی. خب وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خراب، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقشه برابه، اما تا میخوام برم گریه کنم سر بده صدا دادم
تو خوب خوبم. بس میگم عزیز من، منو تنهام نمیذاره، مهربونه با منو، اشکمو در نمیاره. بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم، وای نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشم، خراب و ویرونه میشی، دوباره دیوونه میشی، خراب عشقایده. مرسی عزیزم. خب عربی هم بخونیم؟ بله بچه عربی دوست دارم. بریم عزیزم. نسینی دنیا، نسینی العالم، تو ابني حبيب سبنا اقول لك احلى كلام، لو الف في الدنيا لو الف في العالم، مش ممكن ذي غرامك انت الاقي غرام، لو اقول لك اني بحبك الحب شوي علي، لو ثانيه انا ببعد عنك برجع مشتاق عليك، ضمني خليك ويايا، جاوبني يدوب في هوايا، تعال نعيش اجمل ايام، لو اقولك اني بحبك الحب شوي عليك، لو ثانية انا ببعد عنك برجع مشتاق عليك، ضمني خليك ويايا، دوبني يدوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. كان أجمل يوم في حياتي يوم قابلتك يا حياة، ما غرتش أتحمل من غير ما أفكر لحظة، لقيتني بدوب في هواك، خدتني من كل الناس عشت في أجمل أحساس، ونسيت يا حبيبي دنيا ماش. آه لو أقولك إني بحبك الحب شوي عليه، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك، ضمني خيك ويايا، دوبني يدوب في هوايا، تعال نعيش اجمل ايام. تقديم با عشق. قربونتون برم، مرسی سلام 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 به دوستانی که تازه
با ما همراه شدن. مرسی مرسی دکتر جان عزیزم، مرسی. خب اشکام چی بریم؟ کار مازن دارم، خیلی استوری کردم بخونیم. عزیزا دید امشب با ما همراه باشید. کار از گوگوش، الی، داریوش و موینم حتما اجرا میکنیم، سیاوش قمیشی و یه کار دیگه بختیاری هم بهتون تقدیم کنیم. لطفا امشب تا آخرین لحظه لایف با ما همراه باشید. امشب یک شب به یاد ماندنی خواهیم داشت. و زبان مادری و مادری تبسه تبسه چشم رود خنگمه افرای تن به سوز جنگمه شیار گمبه مرواری بشنده به دل بیقراری کنده تسه انتظاری کنده به دل بیقراری کنده تسه انتظاری کنده. مازنون ملک مردم غیوره، مازنونی در عاشقی صبوره، مازنون ملک مردم غیوره، مازنونی در عاشقی صبوره، به دل بیقراری کنده قصه انتظاری کنده، به دل بیقراری وا
واکن در ایوان کو گل باسه گل دو. خسته تر از خسته شیشه یه بشکسته تر از خسته ام شیشه یه بشکسته ام حالا که از ما گذشت اومدن یارو کار خدا رو ببین اومدن یارو بعده یه عمری صبوری که یادم میاد عشقای شد به چشما کنارم میاد لا 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 زندگی با تو بالاتر زندگی با تو این آهنگ چی بود دوستان از این آهنگ چی بود که هایده خونده بود این آهنگ چی بود که هایده خونده بود آهنگ سلام من به تو یار قدیمی سلام من به تو یار قدیمی منم همون هوا بچه باشت همون قلط قلوت خوندیم دوستان این آهنگ هم حفظ شرمنده یه فقط عشق دیگه بریم این کارا رو کم پایین تر بریم که تو اذیت نشی سلام من به تو یار قدیمی منم همون هوادار قدیمی همون آباده یومه هستم اگه این تبوی میشکستم همه تشنه لبیم ساقی کجایی گرفتار شبیم ساقی کجایی اگر سبو شکست عمر تو باقی که اعتبار می تویی تو ساقی همه به جرم مستی سردار منات میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت آی سر ساقی سلامت یه روزی گله کردم من از آدم مستی تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجی تو قهر کردی و قهرت مصیبت شد و باری پشیمونم و خستم اگه عهدی شکستم آخه مست تو هستم اگه مجرم هستم همه به جرم سازی در دار ملامت میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت آی سر ساقی سلامت آی سر ساقی سلامت بچه میاد دیگه ببخشید نمیدونی نه نه شما نمیدونی وقتی یه آهنگی رو حفظ نیستی و میخونیش چه حال خوبیه بعد وقتی که میخونی هم یادت میاد که دیگه هنوز دیگه بدتر حال بهتر خب یه آهنگ کوچولوی لوری براتون میخونم یه ذره غمگینه ولی دوستش دارم واقعیت همه ماست باید باورش کنیم نمیتونی زده بارلا شده تی دل خشف کنم قربونت دارم مرسی با محبت طرفدارای عزیزمون خیلی دوستتون داریم خیلی دوستتون داریم خیلی عاشقتونیم مرسی که هستین آخ نکنه کاری که من دقم تو چشم پرا داشته بوم سر سالم که رسست پیرهن مشکی تدرم آخ یه گل سرخی
عزیز تو دسر خاکم بکار، تو دسر خاکم بکار. آخرش هر کسی باید بمیره، یه جایی تو دل خاک جا بگیره، جا بگیره. روله 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 آخ روله روله روله. شب اومدم در خونت رو سیچه کردی. یه شعر بلده، من بهش یاد دادم، همه هم غلط غلط بهش یاد دادم، ولی همین نخونیمش بهتره. اونم لوریه، خیلی قشنگه. اول که اولش اینجوریه: شب اومدم در خونتو صدای دای 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 درای دای دای. بعد دیگه بلال بلالو بلال بلالو بلال بلالو حبیبم بلال خب. دوستان عزیز، دوستان که دوست دارن ما از ابی بخونیم، لطفاً اوکی بدن به ما. مازندرانی دیگه سه تا خوندیم دیگه. دیگه واسه امشب مازندرانیمون پر شد. نه، آخر کاری مازندرانی دیگه بر دل شما میخونیم. زنده باشید. خب ابی کیا دوست دارن؟ زمان میگیرم تا 10 ثانیه وقت دارید. زودتر اعلام کنید که ابی. نه بابا اذیتشون نکن. زنده باشید. ابی بیان بالا لطفاً، اونا که ابی دوست دارن. ابی خوب خیلی مخلصین، خیلی مخلصین عزیزید. ابی گوگوش هم میخونیم. اولش میخوام ابی بخونم براتون. خب دیگه بعد جواب خودت ابی رو بخون دیگه، چرا نظر میگیری؟ باشه باشه. با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رگها نمیمیره. با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از من نمیترسم، عاشق شهامتم. اگه رو حسیر بشینم، اگه هیچ نداشته باشم، با تو من مالک دنیا، با تو در نهایتم، من با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از من نمیترسم، عاشق شهامتم. شاه ماهی دریام، بی تو مرگ مش تو ساحل، با تو شکل یک ماسه، بی تو یک کلام باطل، با تو من چیزی نمیخوام از این عمری که دو روزه، نرو تا غم واسه قلبم پیرهن عذاب بدوزه. با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از من نمیترسم،
عاشق شهامتم من. با تو این تن شکسته داره کم کم چون میگیره آخرین ذرات موندن توی رگ‌هام نمیمیره. خب یک کار از گوش بخونیم دوستان دوستشان آفری. عموی بزرگوارمون تو لایو ما هستن، استاد بزرگوار، به به استاد مرتضی محسنی راد، استاد پنج طلایی، نوازنده و سازنده بزرگ کشورمون، کسی که واقعا من به شخص دستاشون میبوسم. واقعا این شخص ستودنیست و برای من ایشون خیلی 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 بزرگوار و بزرگوار و نازنین اسطوره ای هستن در قلب ما. دوستان عزیز بهتون پیشنهاد میکنیم بعد از من دوستان عزیز بهتون پیشنهاد میکنیم کسانی که اهل ساز فولک هستن، مازندرانی، کار دوتار، یعنی سازنده سازهای فولک هستن که یعنی و نوازنده و خواننده. یعنی نوازنده، خواننده، سازنده، یعنی اصلا یعنی یه وضعی. خب اجازه بده من یه صحبتی بکنم در مورد استاد مرتضی محسنی راد. استاد مرتضی محسنی راد یکی از قدیمی های در واقع موسیقی فولک مازندران هستن که یکی از بهترین در واقع نوازنده های نی و دوتار و تنبور و قرنه هستن که در کنسرت های بسیار متعددی در واقع زحمت کشیدن و حال دادن به همه مازندرانی ها. شاید متاسفانه اونجوری که باید شاید دیده نشدن و اونم یه دلیل داره، به خاطر خاکی بودن و خوش قلب بودن و زیاد درگیر و دار نبودن. این اتفاق همیشه استادهایاتون میشه درختی که بارش زیاد میشه سرش پایین تره و سکوتش همیشه بیشتر از همه است. استاد محسنی راد خیلی ارادت داریم و همینطور پدر خانم عزیز خودم که در واقع برادر ایشون هستن، در واقع استاد محسنی راد مرتضی عموی اصلین جان هستن، یکی از نوازنده و سازنده ها. و میگم سازنده بچه ها، سازنده یعنی دوتار میسازه، این هلو، یعنی شما باید مراحل ساخت این دوتار رو به من از نزدیک دیدم و لمس کردم چقدر این کار سخته. ساختن دوتار، خالی کردن کاسه بسیار سخته، ولی ایشون اینقدر بله با عشق هستن و اینقدر زیبا در واقع این کار رو انجام میدن که اصلا وقتی کنارش میشینی خسته نمیشی، اینقدر که کار زیبا و اینقدر کار شکیل و اینقدر صدای قشنگ ازش در میاد. من نمیدونم خدایا چطور که بعضی از سنگ هم صدا، البته خودشم با هم میگه من از بلوک برات صدا دارم میارم. اینو واقعا راست میگه چون این کار است. خیلی مخلصم استاد، انشالله که از نزدیک ببینتون و زیارتتون بکنیم و با هم دیگه حالی بکنیم انشالله. خیلی مخلصم. عزیزای دل اینم نگفته نمونت، ما علکی از کسی تعریف نمی کنیم، مثلا رفتی به فامیلیت و اینا نداره. دوستان گفتن آقا چون عموتونه داری تعریف نه 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 اینطور نیست. کسی که پنج تلاس، پنج تلاس دیگه، مثل کومیل، کومیل ثانی، مثل حنجر طلا، مثل علی ثانی، پنج تلا دوباره، مثل ابی جوباری. دوستان خیلی صدای خوش صداها و بله. نوازنده خوبی داریم بله. تو همین مازندران خودمون که به دلایلی متاسفانه دیده نشدن، ولی واقعا کسانی هستن خیلی کارشون درسته و جاشون خالی میکنیم همینجا. هرچند اگر در واقع ما لایف میذاریم همیشه میان و ما رو شرمنده میکنن تو لایو ما، و امیر مهدی نامهایی هستن که کاخن مینوازن و در کنار ما هستن همیشه. دکتر میگه ژن خوبی هستن، واقعا ژن خوبی هستن که پسرش تو سن فکر میکنم 7 سالگی مقام کشوری آورده بود تو سرکتن شمالی و از کودکی همشون نوازنده بودن و تقریبا بچه هاشون هم تو ساخت ساز کمکشون میکنن و این خیلی جالبه که همشون دست تو کار دارن دیگه. خانومش هم الان دیگه دست کار شده و با هم ساز میسازن و ما خیلی خوشحالیم که به زودی هم یکی از سازهای دستشون رو تو لایومون میاریم و مخترجون براتون دوتار نوازی میکنه. کار آهنگ سنم رو براتون اجرا میکنیم حتما نه با ایشالا با دوتار سنم رو بریم. فقط این که برای امیر مهدی جانم کار هایده رو داره داداش گلم، کدوم کار رو؟ خیلی داره درخواست میکنه که از اول بخونش. من داداش گلم خوندمش ولی به عشق تو دوباره این کار رو میخونم و بعد از این کار یه کار مازندرانی دیگه تقدیم میکنیم. قرب
قربون تو من دکتر عزیزم، مرسی. چی شده؟ دکتر میگه شما هم جن خوب هستی. عزیزم. باشه عمل. خب، اشام دوباره بریم اونو. دکتر جان کبوتر با کبوتر باز با باز. خب. وقتی که تو بر میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم همه چیم نقشه اما تو میخوام برم گریه کنم سر به دیوارا بکوبم بس به دادم میرسی به من میگی عشقمی تو خوب میگم عزیز من منو تنها نمیذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره بوتی که داغونه میشم ابری که گریو راجع به مسابقه بهتون بدم. ببینید اپلیکیشن کانتستی یک برنامه شبیه به اینستاگرام و اینکه در واقع یک حالت تالنت داره اجرا میکنه و اینکه یک مسابقه خانم لیلا فروهر، یعنی در واقع یکی از داورها خانم لیلا فروهر هستن، رامی زمانی عزیز و جناب آقای شوبرت هستن که این برنامه بست وایس رو من و مختار جون به طور اتفاقی شرکت کردیم و دیگه یهو سوپر استار انتخاب شدیم. از طریق داور عزیز لیلا فروهر 50 میلیون رای به ما دادن و انتخابی ایشون بودیم. ما در واقع 4 راند داشت که به 4 یعنی به فاینالش ما رسیدیم. حدود 4 نفریم، 4 نفر هستیم، 4 راند داشته که از این 4 راند خدا رو شکر ما تا به امروز اول هستیم. داستانی که این وسط وجود داره اینه که جدا از این که جایزش 100,000 دلار هست و خیلی به هر حال عدد خوبی رو برای مسابقه در نظر گرفتن، ما باید به 100 میلیون رأی مورد نظر داورها برسیم. نه، تا مردم ببینید داور به ما 50 میلیون ووت رأی داده، مردم تا به حال به ما 69,000 رأی در واقع دادن، لطف کردن. ما باید تا 100 میلیون ووت برسیم، یعنی اون در واقع عددی که انتخاب کرده این اپلیکیشن کانتستی 100 میلیون ووت هستش، یعنی 50 میلیون از داور گرفتیم ووت رو، رأی رو، و مونده 50 میلیون از مردم عزیزمون بگیریم. یعنی در واقع شما اگه 5 میلیون نفر تا یک ماه دیگه، 2 ماه دیگه به ما رأی بدن، به اون در واقع عدد مورد نظر میرسیم و اون جایزه 100,000 دلار رو از آن خودمون میکنه. لطفا به ما رأی بدید، هر روز باید رأی بدید. آره، هر 24 ساعت هر نفری میتونه 10 تا ووت به ما بده و طریقه
راحتشن قشنگ. من آموزش کاملش رو در اینستاگراممون پست کردم. یکی از پستامون هست. میتونید ببینید مراحل نصب و در واقع رأی دادن. خب عزیزایی که راجع به آواز میپرسید، تدریس در حال حاضر ندارید. یه تایم کوتاه تدریس داشتیم و فعلا چون درگیر کارهای خودمون هستیم و در حال ساخت و تولید کارهامون هستیم، هم موزیک ویدئو و هم ساخت موزیک، متاسفانه فعلا چون سرمون شلوغه نمیتونیم کلاس برگزار بکنیم. انشاءالله در اولین فرصتی که برگزار بکنیم حتما اطلاع رسانی میکنیم که عزیزانی که دوست دارن تو کلاس‌های ما شرکت بکنن در خدمتشون باش. حتما دوستان خیلی اشاره کردن که شادمهر. بله حتما. اوکی یه کار از شادمهر میخونم. میونه آتیش بازی چشمای تو قدم زدم، شاید که باورت بشه من یه عشقا بلدم. نگاه تب دارم و تو چشمای تو جا میذارم، به خاطر دیدن تو پنجره رو وا میذارم. یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی، یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی. با تو چه سبز روشنم بی تو محال زندگی، با تو چه سبز روشنم بی تو محال زندگی. یه چشمای تو قدم زدم، شاید که باورت بشه من یه عشق بلدم. اون که پشت شیشه شبا سر میذاره، میدونه پنجره بین ما دیواره. از پشت شیشه ها با رنج بیزبونی میخونه با اشاره حدیث مهربونی، حدیث مهربونی. پشت این پنجره های بسته نامهربون برام از خوبی و از شادی بخون. پشت این پنجره های بسته نامهربون برام از خوبی و از شادی بخون. صدای گریه هامون نوای هر شب ماست، تو این شب غریبه صدای تو آشناست. تو این کویر غربت کسی به فکر ما نیست، به فکر آبی دور، به فکر دریا نیست. شب نباید تو دلم خونه کنه، به گفتم شونه کنه. پشت این پنجره های بسته نامهربون برام از خوبی و از شادی بخون. پشت این پنجره های بسته نامهربون برام از خوبی و از شادی بخون. اینم از شادمهر. مازندرانی بهار وارش و عزیزای تل اجرا بکنیم، چون اون لحظه که اجرا کردن عزیزانی که اینجا هستن احتمالاً اون لایو ما رو ندیدن. اوکی چرا که نه. خب کار زیبای بهار وارش رو تقدیم میکنیم به شما عزیزای دل با صفاهای دوست داشتنی مهربان. یه حس خطا برنامه من باشه، ها حس خطا من برنامه باشه. حالا شاید Yeah.
رفیق روز تنگ اهل درده نرم واجش به حال وارش به حال هواره کم به محبتتون عزیزای دلمون، دوست داشتنی ها، واقعا ممنونم از حضور تک تکتون، دست تک تکتون رو میبوسم و اینکه از انرژی شماست این حال خوب ما، از حس خوب شماست این حس خوب ما. ممنونیم از حضورتون. منم آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم دوستان عزیزم. الهی که همیشه قربونتون برم، پر از شادی باشید، پر از عشق باشید و همیشه ما براتون بخونیم و شما کیف کنید و ما رو دعا کنید. تنها کاری که از دست شما برمیاد برای ما اینه که انرژی های خوبتون رو برای ما ارسال کنید و همیشه ما رو دعا کنید که همیشه صدا ما خوب باشه. میگه قرار بود از داریوش رو گوشم بخونم. خب یه داریوش هم براشون بخونم. آه من اینجوری بشنم چون خسته شد. ما رو زمین نشستیم بچه ها. ما امشب تصمیم گرفتیم خیلی خاکی باشیم. بعد رو زمین نشستن هم یه پوان منفی و یه خواننده، به خاطر که دیافش بسته میشه نمیتونه اون حرکت های دیافراگمی رو درست ساره بزنش. خب اشم چی از گوش میخوای بخونی برامون؟ من؟ نگاه میکنم میخونی؟ خیلی قشنگ. با هم بخونیمش. بله بخونی دیگه. بچه ها ببخشه دیگه، آهان بد جو خوابیده ها، فجیح داریم لایو اجرا میکنم براتون. کنسرت بذاری میای؟ حالا شرایط کرونا اینا هست نمیشه کنسرت بذاریم. پاتو میگیری از اینجا اشخم نمیتونم بیتار بذارم. من چجوری پشینم آخه جا ندارم. میمرتر پاتو بذار جلوتر. دوستا من جا ندارم خب، بر همین نمیشه بخونم. تو قلب همه این ماها جا داری، چرا این حرف میزنی؟ خب بریم این کار از گوگوش بخونیم براتون. سلام سلام مخلص. خب بریم.
توی بچه بوده مجال بدنسازی هم میره. بله که ورزشکاریم دیگه، نگاه چمی برتر. نگاه میکنم نمیبینم، چشم من رو هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم، گوش من رو صدای تو پر کرده، چشم من بدون تو نابینا، ای گوش من بدون تو ناشنا، با من بخون همیشه بخون، با من با من بمان همیشه بمان. هم صدای خوبم بخون تا بخونم، عمر من تو هستی بمون تا بمونم، یه جا ابر آسمون یه جا پر از ستاره، یه جا آفتابی آسمون یه جا میباره، بی تو اما همه جا ابری و غم گرفتن، ابر آسمون یه قطره بارونم نداره، تو اگه باشی آسمون صافه واسه ها باشه، کوه قافه با تو من بهارم، بی تو شور زارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته بودی دیوارم، غیر تو تو دنیا آرزو ندارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته دنیا شبه، اونور دنیا روزه، یه جا خورشید خاموشه یه جا داره میسوزه، بی تو اما شب و روز فرقی با هم نداره، تو چشای منتظرم سیاهی مونده داره، تو اگه باشی ابرا میبارن، دشتای خالی پرگل میشن، با تو من نهارم، بی تو شور زارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی به تو یه قاب شکسته رو دیوارم، غیر تو تو دنیا آرزو ندارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی به تو یه قاب شکسته رو دیوارم. مرسی. خب از بانوی آواز ایران، بانوی صدای یه آهنگ دیگه از ناصر عبدالله عزیز، نارزه یادم خیلی دوست دارم اجراش کنیم براتون. نارزه یادم عشقان داریم؟ بله. خیلی گرم شد، خیلی لا 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 ببشت اشتر رفتم. خیلی ممنونم از محبتتون. بذار اینجا بریم که راحت‌تر بخونم تو عزیزان. چشم عزیزای دل، بیشتر لایف میذاریم براتون، بیشتر با هم حال میکنیم، عشق میکنیم، قربونتون برم، با ما عشق کنیم، نه به حسودی. عشقم یک دو سه چهار پنج شیش. لا 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 عاشقت بود تیره نگاهه، یه خور تو غلبه لحظید وجودم، وقتی که
تومی نگاه توم که عاشقت بودم تیر نگاه میخور تو قلبم لازید وجودم دارت زیادم اون لحظه زبانی که با تو بودم آتش عشق تو دامه میزد به سار و پود آی دارت زیادم اون لحظه وانی که با تو بودم آتش عشق تو دامه میزد به سار و پودم لای لا 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 صحرو اکنون گردش فصل بهاره اریم تو باغم اکنون گردش که گل بزاره اریم به صحرو می و خودت و فصل بهاره اریم تو باغم اکنون گردش که گل بزاره دارت زیادم اون لفظ زبانی که با تو بودم آتش عشق تو دامه میزد به تارو نارد نارد دارت زیادم اون لفظ زبانی که با تو بودم آتش عشق تو دامه میزد رسمت عيونك الغالي ضيعت بين يديك أنا والحب حياتي يا حبيبي يا حبيبي أنا وياك قلبي وروحي فدا يا حبيبي أنا وياك قلبي وروحي فدا يا حبيبي يا حبيبي خب دوستان عزیز عدتون هم زیاده من دلم نمیاد خدافظی کنم واقعیتش اینه ببینید الان به اندازه از برج میلاد هم بیشتر دیگه الان پی کنار ما هستن ها نه دیگه یه 500 تا میخواد که بهش برسه البته اونایی که اومدن رفتن اومدن اگه رفتن اگه با اون حساب کنه بیشتر میشه الان اینکه اینجا هستن یعنی 1452 تا برج میلاد چند تا 2000 تا 2500 تا مطمئنی من میگم 1500 تا الان ما فکر می‌کنیم به اندازه که برج میلاد الان داره استفاده می‌کنیم انشالله ذخیره میکنم و اگر دوست داشتید قسمتشو بس اینجا میگم که براتون استوری کنن یا پست کنن ببینید کیف کنن. البته متاسفانه یه مدتیه که گوشیمون خیلی پر شده متاسفانه حجمش آره اصلا حجم خالی نداریم مثلا فکر میکنم بتونیم لایو حتی برای خودمون سیو کنیم حالا اگه بشه آیدی تیوی بذاریم حتما به به داداش یاسر عزیز یاسر جون خیلی مخلصیم داداش استایلیست بلد استایلیست حرفه‌ای بنده هستن الان وضع موام که می‌بینی اینجوری حرفه‌ای شده
یاسر جان گل، یاسر سفری عزیز، سالن ژست، سالن ژست یکی از بهترین هاست در سرخرود. خیلی مخلصیم. ای وای میگه این آسو خوب خوندن در میره. ببخشید دیگه، حالا دیگه لو ندید دیگه. خب مهدی اسکندری عزیز، قمیش میخونی بچا؟ مهدی اسکندری عزیزم تو لایومون هست. خیلی خوش اومدی مهدی جان. مهدی جان خوش صدا، هنرمند خوش صدا، ممنون از حضورت. خب کاره قمیش میخونی؟ کار قمیش میخون. گلم کارش میخونی؟ قمیشی؟ آره، اون پاشو میخونی. من زیاد نگاه کنم شما. خیلی سرد اونجاست امشب. خب یه بار دیگه کار بختیاری رو براتون اجرا میکنی؟ نه عشقم دیگه، آخه گفتن دوباره بخونی. خب میدونم نمیشه پنج بار چهار بار یه کار رو بخونیم. اجازه بده کار متعددی بخونیم که تنوع کار بیشتر بخونیم. عزیز دلی که کار بختیاری دوست داری، من به خاطر شما حتما یادم میمونه که آخر لایو این کار رو بخونیم و تقدیم به شمایی که بختیاری دوست دارید. واقعیتش اینه که ما یه دونه کار بختیاری گلم گلم رو در واقع خوندیم و اینکه دو بارم خوندیم و اینکه یه کار دیگه رو یه کار دیگه رو که دوستان عزیزمون که به نام کیارش دستیاری بختیاری زحمتش کشیدن یه شعر خیلی قشنگ برامون گفتن، اون کار رو هم اگر خود بخواد آهنگسازی خودمه، اونم به زودی با یه تنظیم خیلی خوب از دوست عزیزمون مجید حسین‌پور بریم سیاوش انجام میدیم و پلی میکنیم، کیف کنید. یه کار از سیاوش قمیشی خواسته شما اجرا میکنیم. کدوم کارشو؟ آهنگ شب. شب رو میخونیم؟ میخونیم با هم میخونیم. شب خوبه؟ شب که میشه تو کوچه غم، عشق من میشه ستاره، من چشممو ببرو میرم، آسمون بارون میباره، میخونم با دیگه فرنگیز عشق داغونم کرد، یکی بگم که چشمان تو بسه زندونم کرد، دلم شده دیوونه، خدا خودش میدونه، کوچه دلش میگیره، سکوتشو میشکنه، هنجره ها با فنیا میگن کی باز میخونه، من روی هر دیوار غمگین اسم تو با عشق میشونم، من توی هر کوچه خاموش دیوونه بیراشیونم، میخونم آخ که دیگه فرنگیز عشق تو داغونم کرد، بکی بگم که چشمان سه زندونم کرد، دلم شده دیوونه، خدا خودش میدونه، کوچه دلش میگیره، سکوتشو میشونه، پنجره ها با فریاد میگن کی باز شب که میشه تو کوچه غم، عشق من میشه ستاره. این آهنگ یعنی وقتی گوش میکنی باید بیر رگتو بزنی اینقدر که غمگینه. بچه من یه وقتی که خودم میخونم خودم احساس میکنم مثلا عشقم داره در میاد،
شما هم حسو دارین آیا؟ احساس درستشم چون عشق دیگه هم دارم. نه واقعا من اصلا وقتی که میخونم اصلا بغض میزنه تو گلوم، واقعا نمیتونم اصلا یه وقتایی ادامه بدم. این دلیلش قطع کردن ترانه و در رفتن از دیر کار نیست، چون من واقعا عاشق موزیکم، عاشق حالا یه سری از خواننده‌ها رو خیلی عجیب و غریب دوستشون دارم، ولی کلن همه خواننده‌ها و هنرمندها برای من عزیز هستن، قابل ستایشن و خیلی خوشحالم که کشورمون پر از هنرمند و هنردوست و یعنی من کیف میکنم به شخصه. حالا من که خودم فرزند موسیقی هم 77 پشت نسل و اصالتمون همه موزیسین و سازنده و نوازنده و موسیقی دان و همه چی، خدا رو شکر مفتدم که بدتر از من. ما که خیلی بهمون خوش میگذره دیگه دوستان عزیز، به شما هم خوش بگذره. قطعا با دوستان به ما هم خیلی خوش میگذره، قطعا متقابلان این اتفاق هست، وگرنه دوستان تا الان تو لایو ما نمیموندن، میرفتن. پس خوشحالیم از این که بهتون خوش میگذره. بچه‌ها دوستان گفتن که خراسانی بخونم، خراسانی کار کردیم ولی شعرشو چون الان متاسفانه نداریم، فقط یه قسمت اول شاه صنم برای دوستان بخونیم چون لهجه خراسانیه که کدومه؟ ای صنم زیبا صنم. خب یه تیکر براتون میخونیم که آهنگ موهی نمیخونه، میخونیم اونم میخونیم. ای سنم زیبا سنم، بوس بزنم بر پای تو. ای سنم زیبا سنم، بوس بزنم بر پای تو. ابریشم قیمت نداره، حیف از اون موهای تو، حیف از اون موهای تو. ابریشم قیمت نداره، حیف از اون موهای تو، حیف از اون موهای تو. حالا توی بند برو. ای صنم زیبا صنم، بوسه زنم بر پای تو. ای صنم زیبا صنم، بوسه زنم بر پای تو. ابریشم قیمت نداره، حیف از اون موهای تو، حیف از اون موهای تو، حیف از موهای تو، حیف از موهای تو. نم یه لهجه خراسانی، لهجه شیرین خراسانی رو تصدیق کردیم. یه کار از موهیم بی زحمت بخونیم. کدوم کارش؟ خانم شما یه آهنگی رو از موهی میخونیم که من خیلی دوستش دارم. کدوم؟ بچه این آهنگ اینقدر زیبا اجرا میکنه هستی. وای الان تو رو خدا حفظش نیستم. یه تیکشو، یه تیکه اولشو. آره اولشی بود؟ گل نوزارم مه شهارم، بیا بیا که دلم سیتنگه، ندونم که دل تو چیستنگه. بهار ایوا گل گندم، متنا دلم خینه دید حرف مردم. گل نازدارم مه شوگارم، بیا بیا که دلم سیتنگه، ندونم که دل تو چیتنگه. برو بقیه شو تقدیم به شما. دادای نایدا بهار بی وای گل گندا، متهنا با درد دل من دو، ظلم کردی با دل پر درد، دلم خینه دیز حرفا مرد. درای دای 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 درای دای دای درای دای برو نترس، چه بی وفایی. لای 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 احوه
همش این شعره رو بهت میگم حفظش کنم. این کار خیلی قشنگه دوستان، اینم بهتون قول میدم که حفظش کنم، ولی اینا بدقول هستن. شاعر میگه دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. بچه دستم شبیه پسر همایون شده، همایون هنرمند، دریا خانی بوری. همایون عشق، همایون جوان گل. اوه بدتون بچم هست؟ بله دم اونایی که همسر مشهدی دارن گرم دکتر جان. مشهدی ها رو عشق هست. خب دوستان اگه موافق باشید یک کار من براتون بخونم، از در واقع میشه گفت خواننده زنده یاد، خواننده قدیمیه مازیار عزیز. بح بح بح. اهله مازندران، صداش جادویی بود واقعا، ولی خب قدرش رو ندونستن. من و شمع نیمه جون امشب، بس که باریدیم شب به تنگ آمد. خدا را نیمه جانم از غم تنهایی به سنگ آمد. چه ها من کشیدم به راه تو، شم شب داند و سوز سازمم. در آغوش سرد و تنهایم، جای تو مانده تنها نیازمم. در این شبهایی که می سوزم، من به راه تو دیده می دوزم، من دیده می دوزم. من تو این شمع واپس این شعله، تا سحر چه جانانه می سوزی. سراپا تش شده جانم، در عزای پر با نمی سوزی. بیا بیا شمع نیم جان، آشنا به راز شبم تویی. به او بگو قصه مرا، هم نوای تاب و تبم توی. من و شمع نیمه جونم شب، بس که باریدیم شب به تنگ آمد. خدا را نیمه جانم از غم تنهایی به سنگ آمد. قربونتون برم، خوشحالیم که حال دلتون خوبه. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. امیدواریم همیشه پر از آرامش و پر از امید و پر از سلامتی باشید تک تکتون. آمین. و اینکه همیشه ساز دلتون کوک باشه. آمین. خب دیگه اینکه یک کاری رو من به دوستان خوبه، کار ترکی رو خیلی اصرار داشتن. ترکی بریم؟ آنها میخوای بریم؟ آنها خیلی کمی رو کردیم. بریم. بچه‌ها یک کار هست، آذری هست و در مورد مادر هست. این کار، این کار رو تقدیم میکنه به همه مادرهای عزیز، کسانی که واقعا بهش زیر باشونه. خب دوست عزیز میپرسه اسم عصرین به چه معنیه؟ عصرین یعنی عشق عشق، عشق پاک، زلال خالص و به ناب پاک. بگم بازم خالص اسمش شبیه خودش، واقعی میگم. چقدر به ما لطف دارید، مرسی. Seni yüreğimden
شکستی بیرم هرا دیره ای مایا ناجا درمسی مولای تا آیا ناب سنن اقملر یا زجا بیره گل کی بی سنجا کف پاشون رو میبوسم، عاشق این واژه‌ام، عاشق هر مادریم و اینکه این نمیدونید دوستان عزیز، من اصلا آهنگای مادر رو من عاشق تو قربونت برم، من اصلا آهنگای مادر رو نمیتونم اجرا بکنم، پس تو از کارهای خیلی خوب مازنی و زبانهای دیگه بلدم، فقط این ترکی رو همراه مختار جون میتونم براتون زمزمه بکنم، چون من به کلمه مادر، واژه مادر، اسم مادر، عاشق پدرم هم هستم، ولی این واژه دل منو میترکونه، دیوونم میکنه. شاعر میگه قربونتون برم، یه لقمه نون یه کاسه ماست، یه روی خوش یه حرف راست، من با همینا دل خوشم، این برکت خونه ما. یه لقمه نون یه کاسه ماست، یه روی خوش یه حرف راست، من با همینا دل خوشم، این برکت خونه ماست. مادر من، مادر من هست تو لایو، مادر من، مادر مریم، اسم ما مریم بود، اسم ما جونی، من مریمه، ما جونی عزیزمون. و اینکه من بچه بودم، بچه ها یه خاطره خیلی باحال براتون تعریف کنم، مادرم همیشه خدا رحمتش کنه، خدا همه رفتگان رو بیامرزه، یه غذای درست میکرد بهش میگفتیم گوجه بادمجون. و اینکه وقتی من به غذا با دستش به من میداد و من میخوردم، اون موقع خیلی نادان و حقیر و نمیدونستم چه اتفاقی هست، وقتی که تو سن 9 سالگی از دست دادمش و بعد از در واقع میشه گفت تو سن 37 سالگی یه مادر دیگه خداوند به من هدیه داد که اسمش هم مریمه، که مامان حسین جونه، که مامان منم شده، یه مامان خوشگل، غذای درست کرد، یه شب آورد، یه روز آورد و من گذاشتم دهنم، چشمو که بستم رفتم تو سن 7 سالگی خودم
و خدا رو سپاس گفتم و شکرش کردم از اینکه خداوند دوباره یه مامان مریم دیگه با همون اخلاق، با همون حال، با همون دستپخت، با همون صدا، با همون تیپ قشنگ به من هدیه داد و همینطور یه بابای خوب و هنرمند که داشتم و دوباره یک پدر دیگر به من هدیه داد که ایشون هم نوازنده ساز ستار و تار هست. و اینکه خیلی خدا رو شاکرم از این همه قانونی که خداوند برای ما گذاشته که بهش میگن قانون جذب. همیشه فکر میکردم که خداوند میشه یک روزی که پدر مادرم رو از نزدیک ببینم، چون هر دوشون فوت شدن و خدا رو شکر به من در لباس دیگری به من هدیه داد. فدایی تو میشم رو داری گریه میکنی از همینجا دست و پا و همه جا تو میبوسم مامان جونی. من فدای شما میشم که همیشه خیلی بیکس بودم، ولی شکر میکنم از این بابت که خداوند دوباره یه خانواده خوب، یه خانواده عشق به من هدیه داد و همین مرا بس. دیگه هیچ آرزویی واقعا ندارم. بعد از 41 سال عمری که از خدا هدیه گرفتم، هر وقت خداوند لایق بدون من رو و بخواد من رو پس بگیره این امانت رو، با جان دل و دل رضا واقعا راضی هستم، به خاطر اینکه به آرزوم رسیدم و اونم خوشبختی حال دلم بود کنار عشقم و کنار خانواده خوبش، که لای همیشه سالم باشم و پر از عشق باشم و عاشقانه دوستشون دارم همیشه. فدات میشم من. مامان جونی مریم خوشگل من گریه نکنی ها، ما عاشقتی ما، بعد میمیریم ها. بسیار چون بهتون بگم این صدای بابای جونی، این صدای زیبایی که از عصری میشنوین، این یادتون باشه اول که فرزند موسیقیه پدر عصری جون، بابا جونی گلم یکی از نوازنده های حرفه‌ایه و مادرشون یک خوش صداییه که باید بشنوید صداشو. حالا ببینم میتونم یه جوری راضیش کنم که یه بار تو لایو ما تشریف بیاره و با صدای زیباش افتخار بده به ما و آهنگ زیبا برامون بخونه. انشالله راضیش میکنم. کدوم، مامان یا بابا رو؟ مامان دیگه. آها. بابا که برامون تار باید بزنه انشالله. بابا آخه چون بابا من میخونم. بله بابام صداش عالیه. بابا تار بزنه و مامان بخونه. عاشقتونیم. از همینجا دست و پاتون رو میبوسم. مامان بابای گل عاشق، بهترین مامان بابا، خوشگل ترین، مهربون ترین، بهترین مامان بابای دنیا که من خیلی عزتتون میکنم و من با همه ویژگی ها بابا عزیز برم. با همه ویژگی هایی که دارم منو میخواین ازتون ممنونم واقعا. دوستای عزیز به زودی هم عکسشون رو میذارم که خوشگلی دوست داشتنی رو ببینید، به قولی که دوستان جذابای لعنتی رو ببینید. برای همین یه تیک آهنگ دارم میخوام در مورد مادره که خودم ساختمش با شعر از دوست خوبم رضا راد. یه تیکش رو نه میخوام اینو تقدیم کنم به مامانیم. اگه یه تیک اول بشه قربونت برم یاسر عزیزم، مرسی. بلا گردونتم عشق همیشه، جدا از تو دلم آروم نمیشه، تمام عمر من بند نفسات، به قلب من زده عشق تو ریشه، گلم جانم عزیز آسمانی، توی تنها امید زندگانی، تمام عمر من بند نفسات، بلا گردونتم مادر بمانی، مادرم تو ببین گل من، عشق چشم ترم، سرورم، غم و درد و دلت را به جان میخرم، مادرم بال و پرم، مادرم توی تنها پناه و توی آورم، سرورم توی عشق اول و عشق آخرم، مادرم بال و پرم. تقدیم به مامان جونی مریم، تقدیم به مامان خودم و تقدیم به همه مادرای با عشق، مهربون و لایتمند. خیلی دیگه هندی شد. شاد بخونم بابا، عشق مردم دارم. وایس. جون دل تو زیباترین مامان مریمی دنیا هستی. قربونت برم مامان جونی هستی. دوستان عزیز به زودی تو لایو، یعنی در آینده خیلی نزدیک تو لایو مامان بابا رو هم میاریم که از هنرشون شما لذت ببرید. حتما.
و مادرانی که در جمع ما نیستن هم روحشون شاد باشه و پروازشون هم انشاءالله مبارک. خب دوستان کم کم فکر میکنم که باید از حضورتون مرخص بشیم ها، یا آهنگ دیگه بخونیم و تموم کنیم جان، یا آهنگ دیگه بخونیم تموم کنیم خانمی خانمی یا آهنگ دیگه بخونیم. خب اینقدر درگیره نه آخه یکی گفته که با مامانم قهر کردم گردید عزیز دلم لطفا قهر نکن با مامانت، همه امشب باش آشتی کن همین لطفاً. امشب به خاطر ما هم که شده به خاطر این حس خوبی که ما گرفتید لطفا آشتی کنید. مامان باباها تکرار نشدنی هم دوستان، مامان باباها با هم بعد از خدا مامان باباها واقعا فرزند خیلی عزیزه، خیلی عشقه، خیلی مهمه، مقدسه، ولی مامان بابا چیزیه که هدیه ای از خداست که واقعا تکرار نشدنیه و واقعا یه دونن، واقعا یه دونن. خدا حفظ کنه همه پدر مادرای عزیز رو الهی آمین. خب اشم چی میخونی؟ آهنگ شاد چی داریم؟ هنوز اول عشقه. هنوز اول عشقه، سفر دنباله در تو رو ندیده دفتون دل از من گله در، خدا هنوز شو بیار تو رو ببینم دوباره، خدا روز شمیاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدامی سفر، از کدامی شب آهنگی بخارم که در دل تو نشینم، غم دل تو بشینم، غم دل تو بشینم، که در دل تو نشینم، غم دل تو بشینم، غم دل تو بشینم. هنوز اول عشق است، سفر دنباله داره، تو رو ندیده رفتم دل از من گله داره، خدا روزش بیاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره، خدا روزش بیاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدامی سفر، از کدامی شب آهنگی بخوانم که در دل تو نشینم، غم دل تو بچینم، غم دل تو بچینم، که در دل تو نشینم، غم دل تو بچینم، غم دل تو بچینم. غم دل تو بچینم، غم دل تو بچینم، که در دل تو نشینم، غم دل تو بچینم، غم دل تو بچینم. مرسی. این کار تاجیکستانی از بانو شبنم سرایی خوش صدای خوبمون. خیلی جرأت کردم تا آخرش خوندم، خیلی کار سخت و تندیه اصلا، در چیز در واقع در تو سیستم من نیست اصلا کاری تون تون خوندن، اصلا بلدم نیستم راستشو بخوای. کار خیلی سخت. خب دوستان عزیز اگر اجازه بدید کم کم از حضورتون مرخص بشیم. بابا شبهای بعدم هست مطمئن باشید. قربونتون که... برم دکتر جون، از 9 و نیم تا حالا در خدمتتون هستیم، ساعت 12:01 است. ما هم عاشقیم که همچنان به شما عشق بدیم. ولی یه کاری رو میخوام با کار بختیاری تموم بکنیم، چون من قولشو داده بودم. بله گلم گلم رو براتون اجرا میکنیم. بچه خیلی خوشگلی هستی. بله تو وقت و زمان نه، ولی خب اینجا تو لایو بله. خیلی خوب بریم. جانت دل مرسی. خب اسمم های اول نهی و های دوم، یه دور آروم میخونیم بعد یه دور دیگه دوم. سوار گدومه تمچین مکن، زلفای بوره چین چین مکن، سوار گدومه تمچین مکن، زلفای بوره چین چین مکن، گوش نکردی حرف دل داره،
دل زارم غمگی مکن. شبم شبه روزم شبه همه لاشم سیگل تبه شبا که مارم سراغ گل زبخت بردم گلم خوابه گلم گلم گل میخورم زدوری میگد زال و بیمار. های گلم گلم گل میخورم زدوری میگد زال و بیمار. سبار گدومه همچی مکن زلفای بوره چین چین مکن. سبار گدومه همچین مکن زلفای بوره چین چین مکن. گوش نکردی حرف دل داره دل زارم غمگین مکن. گوش نکردی حرف دل داره همه لاشان سیگل تبه شبا که مارم سراغ گل زبخت بعدم گلم خوابه. دوستان عزیز یه دونه کار دیگه میخوام براتون اجرا کنم. آبه خونی با هم باز؟ آره؟ دوستان گلومون خوش شدن و آبم نخوردیم. الان خیلی دوست داریم که همچنان با هم باشیم. قربونتون برم. بله البته اتفاقا اینم خدمتتون عرض کنم که پزشکا گفتن که دوستانی که دوست دارن کرونا نگیرن آواز زیاد بخونن چون واقعا تاثیر میذاره رو سلولهای بدن و چون بدن شعور کیهانی داره قطعا میتونه درک بکنه این اتفاق رو و اجازه نده هیچ چیز منفی سیستم دفاعی بدن رو هم خیلی بالا. واقعا میگم اینو این علمیه ثابت شده. دوستان عزیز کارای تو پیج ما رو حفظ بکنید. اگه دوست داشتید برامون دابسمش بفرستید ببینیم کی بهترین دابسمش رو اجرا میکنه که استوریش بکنین. خب دوستان اسپانیایی بخون. اسپانیایی بخون بخونم خدا بلده خدا همه چی بلده همه کارها سازها. البته یادم رفت ولی خب این تیکه اولش رو براتون میخونم. Contrigo ciapendi amare stai ramado e gozo semana nanos este amor siempre tu ya sede Am caimen juntre nos, quel corindo abrazar mi sentir tu calor, ay como te creo a ti. Escribe notas en mi pies, serás canción de cana palpita, poesía por ti amaré. Yo viviré por ti Quiero ser la mujer de tu vida Como te quiero a ti Mi amuleto, mi sin, si a mi vida Aduceré por ti Seduces con tu voz Aunque me encuentre lejos Voy queriendo abrazarme sin ti Un calor, ay como te creo a ti. Hoy me desirva para ti así. Este mundo dos más casuarida. Así es tieren que sé. Yo viviré por ti. Quiero ser la mujer ver tu vida. Adoceré por ti.
تقدیم با عشق به شما دوستان عزیز. اینقدر باقلوا باقلوا میکنید دلمون میخواد. قربونتون برم من. مثلا این دفعه میام براتون حتما باقلوایی خوشگلتر و خوشمزه‌تر بیارم. خب دو تا کار من چون کامنت ها رو میخونم نه اجازه بده لطفا استاد. دوستان عزیز دو تا کار رو من میشم از اون شبایی که اصلا خوشش اومده از لایو ولم نمیخواد بکنه. دوستان اوکی. عزیز دو تا کار رو من اوکی بسم الله چاله گونه من مادرزادی یا فابریکه هی بی مختدا میگم مختدا یا آهنگ چاله گونه دار برام بخون. هی میگه باشه حالا باشه باشه میخونی باشه. میگم دوستای خواننده‌مو خوندن حالا ما که چاله واقعی داریم الان دیگه به ما نیست. بچه‌ها یه چیز خیلی باحال یادم اومد. یکی از دوستان خوبم به اسم ایمان یه شعری و یه آهنگی رو در واقع خودش طراحی کرده و ساخته بود برام فرستاد و من خیلی دوست داشتم اون کار رو که خیلی در اصل اصلی جون بود این شعر و فرمت این ملودی. میخوام براتون بخونمش خیلی قشنگه. چشمایش اون نده دیگه عشقم خفنجی چشمای مشکیت چی بقیهش؟ حالا از من میخوای؟ چشمای مشکیت پیچه تو موهات چاکه رو لبهات لبخند زیبات زیبای نچاد دادی به همبال موهات پیچه چالوس چشات ساحل ماسال جان دلم درمانانی تو مرهمه چشمانمی زیبای من عاشق منم تو دریای نگاهت پارو میزنم چشمای مشکی پیچه تو موهات چاکه رو لبهات لبخند زیبات زیبای نشال دادی به همبال موهات پیچه چالوس چشات ساحل ماسا. خیلی کار قشنگی بود. حالا فعلا صافه دیگه پروتئین شده صافه دیگه. حالا این اگه فرفری کن دلمو نسوزونید. یه مدت اصلی رو با موی صاف ببینید. حالا عزیزای دل دو تا افتاده نه یا دارم بابا اینا شاله بیشتر رعایت کن بفهمید ولی دستان نشه بزن احسن میگه اجابه تو رعایت کن نه به چاله همه جا هست دیدی به این شکلش کم نه خب دوستان عزیز دوستای عزیز حالا که آهنگ خونده حالا واژه واژهشو میخواید رو من پیاده کنی و من که همین ویژگی رو ندارم حالا یه خانومی بود ببخشید ما یه آقایی برای یکی خونده بود بعد برامون که پلیکت ما خوشمون اومده بود همین. خب یه کار موئین بهونه رو حفظی مختدا تا اونجا که حفظی رو برامون بخونم یه کوچولو نیستم شو اینجوری میخوندی ای تو بهونه واسه موندن ای نهایت رسیدن ای تو بهونه واسه موندن ای نهایت رسیدن ای تو پر از لحظه بودن تو طلوع به صبح خورشید و دمیدن ای همه خوبی همه پاکی ای دادای 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 ای تو پر از وسوسه عشق تو شدی تمامی زندگی اسم تو هر جا که میرم جاریه تو چشمای منتظر من نام تو هر چی که میرم
میگم همه تکرار تو حرفای دلم. تو رو اون لحظه که دیدم به بهانه ها رسیدم، از تو تصویری کشیدم که تو رو هیچ جا ندیدم. تو رو از نگاه شناختم، قصه از عشق تو ساختم، تو رو از خودت گرفتم، با تو یک خاطره ساختم. ای تو بهانه واسه موندن. عزیزای دل یه کار دیگه هم براتون اجرا میکنیم. خب نه دیگه نه زنگ زدم. نه زنگ باز میکنم. یه کار دیگه براتون اجرا میکنیم، کار گیلکی سیاه ابرانایی براتون اجرا میکنیم که حال کنید. حس حس کارمونو. آره یه جاریش. خب کار خیلی باحال از فریدون پوررضا، خدا رحمتش کنه. دوستان عزیز گوشیمون شارژ نداره ولی این کارو میخونیم. البته یه تصنیف میخواستن. دوست عزیزی که تصنیف میخواستی، یه تصنیف دو بیت براش فقط برو. یه تصنیف دو بیتی به خاطر شما که خیلی خواهش کردید، من عذر میخوام. تا بهار دل نشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، تا نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه آره دلشی آمد بیا آرام جان، چون نسیم از بوی گل آمد بیا دامن کشان، چون سرشتم بر سر حفظ نیست به زور میگه تصنیف بخون. خب این یه دونه تصنیف برای اون آقایی که خیلی خواهش کردم و من هی دیدم شرمنده شدم. خب کار گیلکی رو اجرا میکنیم و آخری کار امشبمون هست و تقدیم میکنیم به شما عشقای مهربون، طرفدارای با معرفت، عزیزای دل. لطفاً هر 24 ساعت به ما رأی بدید دوستای عزیز. کانتستی رو نصب بکنید. کانتستی رو تو پیج گذاشتم، از طریقه نصبش تا رأی دادن کامل براتون گذاشتم. لطفاً استوریامون رو چک بکنید. خواهش میکنم به ما هر 24 ساعت 10 تا رأی بدید، زود به 100 میلیون ووت برسه و 100 هزار دلار جایزه رو برنده بشید. امید خدا. خب بچه‌ها تا آخرش نریم، این هم یک کار کوتاه گلکی بهتون تقدیم میکنیم و خدافظی میکنیم. سیاه آگامش پلوس پدرشت بسخه این کنم اوکی سه چون سیاه ابرانای باد و بورانای ستاره دنیای آسمان، ترسم ورگدکی میکنم آنای وای میبوزانای می که تموم بونه میزمستانای برف و توفانای باد و توفان آفتاب ده تامه سبز چاکانای گشت و دامانای کوه و کامان سرخ گل در بیه در بهارانای مهمم از اله میبر و کن در کمین دنه بشن و برگانای ترسم آخر آبم بی
موسکان می گوزندان می برکان می موسکان می گوزندان می برکان خدا می کلام شب بگیت خانه بشونی زمستان آتش بگیره جان بردان خدا تو بدان می بزرکانای می گستندانای می براکان سیای امرانای باد و بورانای ستاره دمیه یاسمان بچه خیلی ممنونم از تک تکتون از اینکه لطف کردید و تو لایو ما بودید و ما رو همراهی کردید. حاجی اومده بسیارم عصبانیه. حاجی جون ما عذرخواهی میکنیم الان سریع به شما ملحق میشیم. خیلی مخلصیم حاج کامل. حاج کامل عزیز. شیطنت ما رو بخشید. از ساعت حاجی نمیدونه ما از ساعت 9 و نیم شب تا این لحظه داریم لایو اجرا میکنیم جای شما خالی بود. بله واقعا جا تو خیلی عزیز دل بزرگوار حامی پرپا قرص ما عزیز دل ما دوستت داریم. مرسی. دوستان عزیز مرسی که ما رو تحمل کردید. مرسی از لطف تک تکتون. دست تک تکتون رو میبوسیم. الهی که همیشه شاد باشید پر از عشق و خیلی باز زود هم میایم پیشتون. باز هم دلمون میخواد که وقتی آمدیم تو لایف همینطوری پرشور و با عشق ما رو دنبال بکنید و در کنار ما بمونید. بچه‌ها کانتستی لطفاً یادتون نره هر روز باید رأی بدید. لطفاً. مرسی. دوستتون داریم شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.